অত অগ سلام خدمت شما شاگردان مکتب هادی به برنامه درس آموزشی کیمیا خوش آمدید امروز درس اول از فصل پنجم کیمیا سنف هشتم رو در خدمت شما عزیزان هستیم که وارد یک فصل جدید میشویم شویم موضوع این فصل در رابطه با اکساید ها و موارد استعمال آنها می باشد نمبر ارتباطی برنامه 20964 780 255 40 13 است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. اهداف درسی که امروز ما شما میخواهیم با هم کار کنیم در رابطه با اکسیژن ماده تحمز کننده است و بعد از او اهمیت حیاتی اکسیژن را با هم کار خواهیم نمود و در آخر مطلب امروز در رابطه با عملیه اکسیدیشن با هم کار میکنیم. با شروع درس امروز با من همراه شوید. و اما اکسیژن به عنوان ماده تحمض‌کننده کننده چی قسمیستم؟ اگر شما به مثال سوختن زغال سنگ توجه کرده باشید در درس های گذشته هم با شما کار کردیم یک نوع عملیه احتراقی یا سوختن است از جمله عناصری که برای عملیه احتراقی و تحموز یک عنصر اساسی و مهم است عنصر اکسیژن است شما در سوختن زغال به وضوح تحموزکنندگی کنندگی اکسیژن را مشاهده می کنید. اگر شما زغال سنگ را در حضور هوا در حضور اکسیژن هوا و یک مقدار حرارت نیم گداخته کنید مشاهده می کنید که گداختگی آن را و وقتی که آن را پکه می کنید گداختگی آن بیشتر می شود و وقتی که پکه کردن را متوقف می کنید گداختگی آن کمتر می شود و رنگ زغال سنگ یک رنگی سیاه رنگ می شود این نشان می قدرتی قدرت تحمس کنندگی اتمی یا انصور اکسیژن را پس انصور اکسیژن برای تحمس کنندگی تعاملات کیمیایی بسیار مهم است و ضرورت دارد و اما در ادامه می ببینیم که اکسیژن چی اهمیتی حیاتی در زندگی روزمرگی ما و شما دارد اکسیژن یک عنصر بسیار مهم است در تنفس نباتات که در برای رشد و نمو نباتات اتم اکسیژن یا مولکول اکسیژن بسیار مهم است همچنان برای تنفس حیاتی حیواناتی که تحت البحری هستند برای آنها اکسیژن به صورت محلول در آب یا به صورت منحل در آب استفاده می شود از دیگر موارد اهمیت حیاتی اکسیژن مولکول اکسیژن در تنفس داخلی بدن انسان هاست ها در انسان ها اکسیژن وقتی که از طریق تنفس وارد, وارد بدن انسان می شود بر روی غذاهایی که بلعیده می شود اثر تحمس کننده دارد و باعث می شود که تعاملات کیمیایی در بدن رخ دهد و وقتی که تعاملات رخ داد باعث هضم غذا می شود پس بنابر این اکسیژن با عنوان تحمز کننده در تنفس داخلی بدن برای هضم غذا بسیار ضرورت دارد و اما عملیه اکسیدیشن چه قسمی عملیه می باشد؟ هرگاه که یک ماده ماده من میتونه یک فلز باشه یا یک غیر فلز باشه هرگاه یک ماده با اکسیژن هوا تعامل کند به این عملیه عملیه ای اکسیدیشن گفته می شود پس هرگاه اکسیژن در بالای یک ماده نصب شد گفته می شود که عملیه اکسیدیشن رخ داده است مثال واضح و معروف آن مثال زنگ زدن می باشد هرگاه که یک فلز در مجاورت مالکول های اکسیژن و یک مقدار رطوبت هوا قرار بگیرد باعث می شود که آهن زنگ زند. وقتی که آهن زنگ می زند عملیه اکسیدیشن رخ می دهد که می بینید در شکل و تصویر که آهن کاملا ماهیت آن تغییر پیدا کرده است. از آنجایی که عملیه اکسیدیشن هم بر روی فلزات و هم بر روی غیر فلزات رخ میدهد پس بنابراین ما دو نوع عملیه اکسیدیشن داریم عملیه اکسیدیشن غیر فلزاد و همچنان عملیه اکسیدیشن فلزات که هر کدام را جداگانه در ادامه با هم کار میکنیم و اما عملیه اکسیدیشن فلزات همانطور که از نامش پیدا هست هرگاه فلزات با مالیکول های اکسیژن تعامل کند اکسیدیشن فلزات گفته می شود. در عملیه اکسیدیشن فلزات محصولاتی که تولید می شود اکساید فلزات مورد نظر می باشد. مثالی که در رابطه با اکسیدیشن فلزات برایتان آورده شده است تعامل فلز سودیم است که رنگ طبیعی آن در طبیعت به صورت نقره رنگ هست وقتی که فلز سودیم با مالیکول های اکسیژن وارد تعامل می شود باعث می شود که اکساید فلز مورد نظر تولید شود در تعاملات کیمیاوی انصور سودیم رو به خاطر یکی فعالیت بسیار زیادی داره آن را بداخل تل نگهداری می کنند و وقتی که از تل برون آورده شد سطح آن را اگر با یک چاقو بریش داده شود و در مجاورت اکسیژن هوا قرار داده شود باعث می شود که سطح فلز سودیم به این صورت اکسید شود و سطح آن به رنگ سیاه رنگ تبدیل می شود. به این عملیه اکسیدیشن فلزات گفته می شود. با کمکی هم بر روی تخت سیاه انواع معادله های اکسیدیشن فلزات را برای شما مثال میزنیم و کار میکنیم. نمونه های از اکسیدیشن فلزات که بسیار معروف است و برایتان مثال میزنیم. یک تاش تعامل فلز سودیم هست با اتومی اکسیژن وقتی اتم سودیم که از جمله عناصر فلزی بسیار فعال است با مالکول های اکسیژن وارد تعامل می شود اکساید فلز را تولید می کند یعنی این ای دو او ضریب دو نشان دهنده همو چارج منفی اکسیژن است که در زیر اتم سودیم قرار گرفته است خب پس دیدید که در اثر تعامل فلزات با اتم های اکسیژن اکساید فلز مورد نظر را تولید می معادله اگر توازن کنید دو اتم سودی هم در این قسمت قرار گرفته است. پس یک ضرب دو هم باید در این قسمت ما شما قرار بیتیم. خب تعداد اتم اکسیژن در طرف چپ معادله دو تا است و در طرف راست یک تا پس باید یک ذریبه رو در قسمت قرار بدیم مشاهده میکنید که تعداد اتم های سودیم در این طرف دو ضرب دو شد چهار تا پس ما این ضریبه دو رو در این قسمت پاک میکنیم و به جایش عدد چهار را نوشته میکنیم به این ترتیب معادله موازنه نشد. مثال دیگه فلز کلسیم می باشد. کلسیم وقتی که با اکسیژن تعامل می کند اکساید فلز مورد نظر رو باید تولید کند CaO، ای او اکساید فلز کلسیم می باشد مادر اگر توازن کنید تعداد اتم کلسیم در سمت چپ و راست مادله با هم مساوی است تعداد اتم اکسیژن در طرف چپ مادله دوتا تا و در طرف راست معادله یک تا پس یک ضریبی دو باید در این قسمت قرار بیتیم. چون تعداد اتم کلسیم دو شد پس یک ضریبی دو هم در سمت چپ معادله باید قرار بیتیم. این دو نمونه از معادلات معروف اکسیدیشن فلزات سودیم و کلسیم می باشد که هرگاه فلزات با اکسیژن وارد تعامل شد شاگرده عزیز اکساید فلزات مورد نظر را برای ما تولید میکنه توجه داشته باشید یک نکته در رابطه با اکساید های فلزات برای شما گفته میشه که یه خوب دقت کنید در تعاملات کیمیایی بسیار پرکاربرد است وقتی که اکساید های فلزات مورد نظر با مولکول های آب وارد تعامل می هایدروکساید فلز مورد نظر را تولید میکند کند. مثال آن برای شما اگر همین اکساید ها را نوشته کنیم اول نقطه را نوشته کنیم اکساید فلزات که اینها می باشد اکساید فلزات هرگاه با مالیکول های آب H2O وارد تعامل شود هایدروکساید فلز مورد نظر را یا مرتبط را تولید می کند. خب اکساید فلزات اگر همین مثالی که برای زده شده است این ای دو او یک اکساید فلز است آن را نوشته کنیم این ای دو او که یک اکساید فلز است وقتی که با مالیکول های آب وارد تعامل می شود باید هایدروکساید فلز مرتبط را تولید کند هایدروکساید سودی در این قسمت تولید می شود این ای او ایچ می فلز مورد نظر خب مادلت اگر توضیح کنیم تعداد اتم سودی در سمت چپ مادلت دو تا سب. پس یک ذریع بی دو باید در قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم توضیح شود تعداد اتم های اکسیژن یک جمعی یک میشه دو پس در این قسمت هم ما دو اتم اکسیژن رو داریم توزین شده است تعداد اتم هیدروژن در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست معادله دو تا اتم هیدروژن داریم معادله توزین شده است اکسایدی فلز دیگر رو اکساید این رو هم نوشته کنیم CaO وقتی با مالکول های آب وارد تعامل می شود. باید چی رو تولید کند؟ هایدروکساید کلسیم رو. Ca OH. یک ضریب دو هم در این قسمت برای هایدروکساید نوشته میکنیم چرا چون ضریب دو ذریع دو که در این قسمت قرار داده شده است چهار چی کلسی هم می باشد که مثبتی دو است که در فرمول نویسی در قسمت تحتانی هایدروکساید نوشته می شود خب معادله را اگر توزین کنیم تعداد اتم کلسی هم در دو سمت معادله یک تاسته پس مساویسته تعداد اتم اکسیژن یک جمعی یک تا می شود دو تا که در این هم دو تا اتم اکسیژن داریم تعداد اتم هیدروژن در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست هم دو تا اتم هیدروژن داریم پس معادله موازی نشده است پس این نکته را همیشه باید داشته باشید که در تعاملات شیمیایی وقتی اکساید های فلزات با مولکول های آب وارد تعامل می شود محلول های هیدروکساید فلز مورد نظر را تولید می کنند اینها را باید یاد داشته باشید خب تا به اینجا اکسیدیشن فلزات را با هم کار کردیم و یاد گرفتید. در ادامه می خواهیم اکسیدیشن غیر فلزات را با هم کار کنیم. عملیه اکسیدیشن غیر فلزات به عملیه گفته میشود که در آن غیر فلزات با مولکول های اکسیژن وارد تعامل میشود که به چنین تعاملی اکسیدیشن غیر فلزات گفته میشود. شود. مثال هایی که برایتان آورده شده فرض کنید یک عدد سب را اگر از دو وسط اگر از وسط دو کنید سب را و سب را در یک محیط آزاد قرار بدید بعد از چند روز مشاهده میکنید که سب با کمک یا توسط اتم های اکسیژن مولکول های اکسیژن هوا اکسید شده است و سطح آن به این صورت و به این رنگ در آمده است این نشان میده که غیر ما که یک سب می باشد در حضور اتم اکسیژن اکسید شده است یا سوختن سلفر سلفر هم از جمله غیر هست که وقتی با اکسیژن وارد تعامل می شود عملیه اکسیدیشن غیر فلزات رخ می دهد نمونه و مثال ها و معادلات کیمیایی در رابطه با اکسیدیشن غیر با هم برای سیاه نوشته می کنیم خب نیمونه و مثال های از معادلات کیمیاوی در رابطه با اکسیدیشن غیر فلزات مثال هایش میتونه اتم سلفر باشد که با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود در صورتی که سلفر با اکسیژن تعامل میکند کند محصول سلفر دایوکساید را تولید میکند. گاز سلفر دایوکساید که اکساید غیر فلز است دقت کنید در تعاملات اکسیدیشن فلزات که اکساید فلزات تولید می شود در عملیه اکسیدیشن غیر فلزات هم اکساید غیر فلز تولید می شود خب معادله را توضیح کنیم یک اتم سلفر در یک قسمت قرار گرفته است و یک اتم سلفر, سلفر هم در سمت چپ معادله تعداد اتم های اکسیژن هم در دو طرف معادله با هم مساوی است و عدد آن دو است. مثال دیگه در رابطه با اکسیژن غیر فلزات اتمی کاربون است که با اکسیژن هوا وقتی وارد تعامل می شود گازی CO2 کاربون دای اکساید را تولید می کند که اکساید غیر فلز می باشد. تعداد موازنه کنیم، توزین کنیم معادله را تعداد اتم های کاربون در دو سمت معادله یک تا صد تعداد اتم های اکسیژن هم یک تا معادله توزین شده می باشد. این مثال های از اکسیدیشن غیر فلزات هست. اگر یادتان باشد در قسمت قبلی در رابطه با اکسیدیشن فلزات گفته شد یک نکته که هرگاه اکساید فلزات با مالکول های آوارد تعامل می شود هایدروکساید فلز مربوطه را تولید می کند. نکته در رابطه با اکسیدیشن غیر فلزات هم می باشد که هرگاه اکساید غیر فلزات با مالیکول های آب وارد تعامل می شود تضاب مرتبط را تشکیل می دهد خوب دقت کنید تیزاب مربوطه رو یا مرتبط را تولید می کند. خب چه قسمی میتواند تیزاب رو تولید کند؟ مثال هایی که برایتون آورده هم فرض کنید که CO2 یک اکساید غیر فلز هست یا درست است؟ کاربون یک غیر فلز است. اکساید غیر فلز مانند CO2 وقتی که وارد آب می شود. تیزاب مربوطه را تولید می کند. تیزاب مربوطه چی میشه h 2 H2 H2CO3 که یک تعامل جمعی است درست است. H2CO3 تیزاب تیزابی هست که در اثر تعامل اکساید غیر فلز CO2 در مولکول آب تولید می شود. مثال دیگه اکساید غیر فلز SO3 هست. SO3 وقتی با مولکول آب وارد تعامل می شود باید تیزاب مرتبط را تولید کنند. تیزاب مرتبط آن H2SO4 میشه. H2 so 4 که هر کدام از اینها یک چی است یک تیزاب است پس این نکته رو همیشه به یاد داشته باشید که در صورتی که اکساید یک غیر فلز با مالکون های آب وارد تعامل می شود تیزاب مرتبط را تولید می کند که ممکن است در سوالات امتحانی هم بسیار بیاید پس بسیار مهم است و خوب یاد بگیرید خب درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید تمام شد و می خواهیم که جمبندی بکنیم که ما شما امروز چی یاد گرفتیم امروز در درس امروز ما شما یاد گرفتیم در رابطه با عملیه اکسیدیشن یاد گرفتیم که دو نوع عملیه اکسیدیشن غیر فلزات و فلزات داریم و برای هر کدام برای شما مثال زدیم همچنان در رابطه با انصور یا مالکول اکسیژن یاد گرفتیم که یک ماده تحمس کننده بسیار قوی هست که وقتی با فلزات و غیر فلزات وارد تعامل می شود اکساید های فلزات و غیر فلزات را برای ما تولید می کند. اهمیت حیاتی اکسیژن را با هم کار کردیم. گفتیم اکسیژن با در زندگی روزمرگی ما بسیار مهم و حیاتی است. و خصوص برای تنفس داخلی بدن انسان که به هضم غذا کمک می کند. همچنان در تنفس نباتات و حیوانات هم مورد استفاده قرار می گیرد پس از جمله عناصری حیاتی بسیار مهم است. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند بزرگ می خداوند یار و نگهدارتان باشد